همکارم نیلوفر رستمی از واشنگتن با ما همراه شده در این ارتباط. نیلوفر، بیشتر از تو بشنویم واکنش رسانه‌های آمریکا به این موج زدن تاریخی همچنان روز که ادامه داره در آمریکا. بیشتر بشنویم از تو چه میگویند. الناس، همین تصویری که تو گفتی و از طرف کاخ ولیعهد عربستان منتشر شده باعث دو دیدگاه در رسانه های آمریکا شده. برخی از رسانه ها اینجا مثل واشنگتن پست که از همون ابتدا موضعش مشخص بود، جمال خاشقچی خبرنگار خودش هستش و در این دیروز در واقع در یک مطلبی با این عنوان که این زدن مش به یکدیگر در واقع خیانت بزرگی به ملت آمریکا محسوب میشه، گفته حتی نیاز آمریکا به نفت هم این حرکت رو توجیه نمی‌کنه و گفته که جو بایدن برخلاف شعارهای انتخاباتیش که گفته بود که اگر که رئیس جمهور بشه حتما عربستان سعودی رو پاسخگو می‌کنه به قتل این روزنامه‌نگار، اما این حرکت رو شرم‌آور خونده و گفته که این ژست دوستانه در واقع خیانت بزرگی به ملت آمریکا هستش. اما در مقابل خیلی از رسانه‌ها و کارشناسا هم میگن که نمیشه که با اختلافهای کلن رابطه با یک کشوری رو کنار گذاشت و منافع بلند مدت و منافع استراتژیک آمریکا حکم میکنه که با دیگر کشورها ارتباط داشته باشه و در ضمن اینکه مرتب یادآوری بکنه که به نقض قوانین حقوق بشر در عربستان یا هر کشور دیگه که باش رابطه داره، اما به خاطر منافعش باید و لازمه که این ارتباط رو حفظ کنه. برخی از رسانه‌ها اشاره کردند که آمریکا در واقع نمیتونه همزمان در سه جبهه ایران، چین، روسیه بجنگه و عربستان رو در جبهه خودش نیاز داره. همینطور برخی از کارشناسان خاورمیانه معتقدند که عربستان هم برخلاف ادعاهاش به شدت با آمریکا احتیاج داره، از اونجایی که اگر که اختلافی با ایران بالا بگیره هیچ وقت نمیتونه روی کمک روسیه و چین حساب باز کنه. جو بایدن 48 ساعت قبل از شروع سفرش به اسرائیل و بعداً عربستان در مقاله که در اختیار واشنگتن پست قرار داده بود با این عنوان که چرا به عربستان سعودی سفر میکنم تلاش کرده بود به ادبیات خودش دلایل این سفر رو توضیح بده. ظاهراً دولت آمریکا منافع استراتژیک پیش بردن منافع بلند مدتش رو با عربستان بیشتر براش اهمیت داره تا اینکه حالا انتقادهایی رو بشنوه. اما اگه برگردیم به روزنامه واشنگتن پست، در این مطلبش در انتهای مطلب آورده که به هر حال نشد که پاسخگوی جواب قتل جمال قاشقچی باشیم از طرف دولت بایدن. مرسی نیلوفر. نیلوفر رستمی همکارم از واشنگتن دی سی همراه ما.